سرخط خبرها و مهمترین ها، رانش زمین جان سه کارگر معدن طلا را در بدخشان گرفت. طالبان یک عضو نیروهای ویژه حکومت پیشین را در کابل زندانی کردند. طالبان 6 تن را در سرپل مجازات کردند و همچنان در پایان جبهه مسعود و مارشال روز به روز بزرگتر می شود. مشروع خبرها. منابع مالی در بدخشان می گویند که در پی رانش زمین در یک معدن زرشوی طلا در این ولایت 3 تن جان باخته است. منابع به روزنامه 8 صبح تایید می کنند که این رویداد پس از 6 روز پنجشنبه 29 سنبله در مرکز ولسوالی خواهان بدخشان رخ داده است. به گفته منابع قربانیان این رویداد باشندگان محل هستند و تا کنون اجساد آنان از زیر آوار بیرون کشیده نشده است. مسئولان ملی طالبان در بدخشان تا کنون درباره وقوع این رویداد چیزی نگفتند. پیش از این نیز رویدادهای مشابه در ولایت بدخشان به ویژه در معدن طلا این ولایت رخ داده بود. طالبان یک عضو نیروهای ویژه حکومت پیشین را در کابل زندانی کردند. منابع محلی از بازداشت و از زندانی شدن یک عضو نیروهای ویژه ریاست امنیت ملی حکومت پیشین از سوی طالبان در کابل خبر می‌دهد. منابع تایید کردند که این شخص خوشحال نام دارد و از حدود یک ماه به این سو در زندان طالبان به سر می‌برد. به گفته منابع طالبان این نظامی پیشین را از منطقه بهارستان شهر کابل بازداشت کرده بودند. خوشحال باسنده اصلی ولسوالی سیدخیل ولایت پروان از بستگان این نظامی پیشین برای پیدا کردن سرنوشت او چندین بار نزد طالبان مراجعه کردند، اما این گروه از بازداشت و ابراز بیخبری کرده است. گفتنی است که طالبان دست کم دو نظامی حکومت پیشین را که باشندگان اصلی ولایت پنجشیر هستند نیز تا یک هفته جاری از شهر کابل بازداشت کرده بودند. طالبان 6 تن را در سرپل مجازات کردند. دادگاه لی طالبان اعلام کرده است که 6 تن را در ولایت سرپل و اتهام رابطه خارج از ازدواج مجازات کرده است. این دادگاه در یک اعلامیه گفته که حکم مجازات این افراد در محضر عام در ولسوالی بلخاب سرپل اجرا شده است. طبق اعلامیه 2 تن از این افراد به 1 سال حبس و 2 تن دیگر به 2 سال زندان محکوم شده است. این در حالی است که این گروه درست پیش 2 زن و 1 مرد را در ولایت فاریاب به اتهام رابطه خارج از ازدواج و فرار از منزل شلاق زدند. پس از روی کار آمدن طالبان در افغانستان مجازات‌های بدنی شهروندان توسط این گروه تجدید شده است. سازمان ملل نیز به دادگی از افزایش مجازات‌های بدنی شهروندان توسط طالبان در محضر عام ابراز نگرانی کرده بود. حزب ملی آزادی از طرح تشکیل حکومت در تبعید حمایت کرد. حزب ملی آزادی افغانستان به رهبری رحمت الله نبی رئیس پیشین امنیت ملی اعلام کرده که از طرح تشکیل حکومت در تبعید به شرط رعایت حقوق شهروندان و عدالت اجتماعی حمایت میکند. این حزب در اعلامیه که روز پنجشنبه منتشر کرده تاکید کرده که هر گونه طرح برای ایجاد بدیل سیاسی باید بر اساس عدالت اجتماعی، اجماع ملی و تضمین حقوق اساسی شهروندان شکل بگیرد. حزب ملی آزادی بر این نکته تاکید ورزیده که حکومت در تبعید باید مشروعیت سیاسی افغانستان را در سطح بین‌المللی حفظ کند و به عنوان نماینده واقعی مردم در جهان عمل کند. با گفتین حزب موفقیت این طرح نیازمند اجماع سیاسی تدوین نقشه را برای مرحله گذار و تعهد مشارکت شهروندی است. در اعلامیه این حزب مشروعیت بین‌المللی اجرا ساختار دموکراتیک و فراگیر و مقابله با تروریسم بینان مزایای تشکیل حکومت در تبعید ذکر شده است. حزب ملی آزادی تصدیق کرده است این حزب تنها در صورت از طرح تشکیل حکومت در تبعید حمایت میکند که اصول دموکراسی، تضمین حقوق اساسی شهروندی و عدالت اجتماعی به طور جدی در آن رعایت شود. این موضع‌گیری در حال صورت میگیرد که عبدالرشید دوستم رئیس حزب جنبش ملی افغانستان چند روز پیش از تشکیل حکومت در تبعید در جمع چهره های سیاسی حمایت کرده بود. گزارش های بسیار مهم از جهان. رونالدو از بازگشت خود به منچستر یونایتد حمایت میکند. کریستیانو رونالدو ستاره پرتغالی از احتمال بازگشت خود به منچستر یونایتد حمایت کرده است. سایت گول روز سه شنبه گزارش داده است که شایعات مبنی بر بازگشت رونالدو به منچستر یونایتد به گوش میرسد و برخی گمانه‌زنی ها که از آن است که او ممکن در آینده به عنوان مربی به اولترافورد بازگردد. رونالدو که اولین بار در سال 2003 به منچستر یونایتد پیوست در این باشگاه به موفقیت‌های بزرگ از جمله کسب لیگ قهرمانان و اولین توپ طلای خود رسید.
او در سال 2021 برای بار دوم به این تیم بازگشت، اما در نوامبر 2022 پس از درگیری با اریک تن هاگ سرمربی وقت منچستر یونایتد قرارداد فسخ شد و او به تیم النصر عربستان پیوست. این ستاره 39 ساله اخیراً اعلام کرده که همچنان به منچستر یونایتد عشق می‌ورزد و این ارتباط عاطفی ممکن است در آینده او را به بازگشت به اولترافورد ترغیب کند. وز براون همتیمی سابق رونالدو نیز در مصاحبه گفته است پایان دوران رونالدو در یونایتد نامید کننده بود و او ممکن است برای جبران آن بازگردد. گفتنی است که رونالدو در حال حاضر در آخرین سال قراردادش با النصر قرار دارد و به دنبال این است که در دوران رفعی خود به 1000 گل برسد. حزب الله از اسرائیل انتقام می‌گیرد. پس از انفجار دستگاه‌های ارتباطی بیجر در سراسر لبنان، حزب الله هشدار داده است که از اسرائیل انتقام می‌گیرد. خبرگزاری رویترز آمریکا به نقل از حزب الله لبنان گزارش داده که اسرائیل مجازات عادلانه خود را به دلیل برنامه‌ریزی این انفجارها دریافت خواهد کرد. یک مقام حزب الله که نخواست نامش فاش شود گفته که این حادثه بزرگترین نقض امنیتی برای این گروه در نزدیک به 1 سال درگیری با اسرائیل است. با این حال زیاد مکاری وزیر اطلاع رسانی لبنان نیز این رویداد را محکوم کرده و آن را تجاوز اسرائیل بر کشورش خوانده است. اسرائیل تاکنون در این باره چیزی نگفته است. وزارت صحت لبنان اعلام کرده که در پی این رویداد 9 تن کشته و 2750 نفر دیگر زخمی شده است. ترامپ: تنها من می توانم از وقوع جنگ جهانی سوم جلوگیری کنم. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا و نامزد حزب جمهوری در انتخابات ریاست جمهوری این کشور می گوید که تنها او می تواند از وقوع جنگ جهانی سوم جلوگیری کند. الجزیره به نقل از ترامپ گزارش داده است که اکنون جهان در آستانه جنگ سوم قرار دارد. وای افزوده از جهان هر آینه به سمت درگیری و هرج و مرج پیش می رود و تنها من می توانم در صورت پیروزی در انتخابات مانع از وقوع جنگ جهانی سوم شوم. بر اساس این گزارش رئیس جمهور پیشین امریکا همچنان در نشست سوی قصد اخیر بر جانش را تایید کرده است. این در حالی است که پیش از این نیسترم از سیاست های جو بایدن رئیس جمهور امریکا انتقاد کرده و گفته بود که بایدن جهان را به سوی جنگ جهانی سوم سوق داده است. چند روز پیش نیز نامزد حزب جمهوری‌خواه آمریکا در مناظره تلویزیونی با کاملا هریس رقیب دموکراتش با اشاره به درگیری‌ها در اوکراین و اسرائیل گفته بود که در صورت پیروزی به این جنگ‌ها پایان خواهد داد. تشکر که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر و تازه‌ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب، ویدیوهایمان را لایک و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. تا ویدیوهای بعد شما را به خداوند یگانه می‌سپارم. شب و روزتان خوش. خداوند یار مددگار همه شما باشد.